در این قسمت از برنامه نگاه کوتاهی داریم به روزنامه های امروز چهارشنبه 21 فروردین. روزنامه های حکومتی اغلب تیترها و عنوانهای خودشون رو به واکنش های سران نظام به قرار گرفتن نام سپاه در لیست تروریستی آمریکا اختصاص دادن. در کنار این موضوع دودم های روحانی در مورد دستاوردهای هسته‌ای نظام دیده میشه و همینطور موضوع اینستکس و رابطه رژیم با اروپا، اوضاع اقتصادی و موضوع سیل و سیل‌زدگان از دیگر موضوعات روزنامه های امروزه. روزنامه های حکومتی هرچند تلاش کردند به بحران سیل دامن نزنند، اما به گوشه های از آن اعتراف کردند. ابرار اقتصادی، خسارت 230 میلیارد تومانی سیل به شهرک های صنعتی. ایران، نگذارید شیبان آق قلای دوم شود. ایران، سیل به جان 730 اثر تاریخی افتاد. روزان، خسارت 40 هزار میلیارد ریالی سیل به خوزستان. صدای اصلاحات، به جای سیل به بی تدبیری خودمان معترض باشیم. کسب و کار، توزیع نابرابر محموله های کمکی. عصر اقتصاد، نوبخت، برخی به دنبال جبران کسری های خود در ماجرای سیل هستند. صورت حساب هایی برای غارت سیل زدگان. سایر بحران های اقتصادی و اجتماعی نیز در تیترهای صفحات اول دیده می شوند. آرمان، نرخ دلار جهش کرد. آفتاب یزد، قرارداد گندم میان ایران و روسیه به بنبست خورد. ابرار، افزایش بهای آب و برق از ابتدای اردیبهشت سال 1398. ابرار اقتصادی، مرکز آمار ایران، تورم سال گذشته به 47.5% رسید. سیاست روز، بنویسید تورم 23%، بخوانید 47.5%. شروع، سفره مردم دستخوش تصمیمات خلق و سایه. مردم سالاری، بازگشت التهاب به بازار. مردم سالاری، قیمت لوازم توانبخشی بیداد می کند. کشمکش بر سر FATF در روزنامه‌های چهارشنبه هم ادامه دارد. آرمان، حضور رئیس جمهور در رأی به FATF تأثیر دارد. مستقل، احمد توکلی، با تروریستی خواندن سپاه تصویب FATF منتفی است. اغلب روزنامه‌ها در مورد نمایش هسته‌ای روحانی دودودم کردند، ولی یک روزنامه دلواپسان اینطور نوشته است. وطن امروز، یک زنجیره بیستایی از سانتریفوژهای نسل IR6 توسط سازمان انرژی اتمی در حضور حسن روحانی رونمایی شد. آیا اقدام سازمان انرژی اتمی در نصب سانتریفیوژهای نسل IR6 خلاف تعهدات ایران در برجام است و ایران با رونمایی از این زنجیره بیستایی سانتریفوژهای IR6 آیا تعهدات خود در برجام را نقض کرده است؟ پاسخ به سوال منفی است. بر اساس مفاد برجام، ایران می تواند روی ماشین‌های غنی‌سازی تا نسل IR8 آزمایشات لازم را انجام دهد. این اقدام سازمان انرژی اتمی یعنی نصب یک زنجیره بیستایی از سانتریفوژهای IR6 به هیچ عنوان با مفاد برجام مغایرتی ندارد و با وجود خروج آمریکا از برجام و خروج عملی اروپا از این توافق، باز هم دولت حسن روحانی خود را موظف به رعایت محدودیت‌های ایران در برجام می‌دارد و ذره‌ای از تعهداتی که علیه برنامه هسته‌ای کشورمان داده است عقب نشینی نمی کند. در کیهان خامنه‌ای بر سر رابطه با اروپا و اینستکس به باند رقیب حمله شده است. کیهان، مقامات ارشد دستگاه دیپلماسی در رویکردی خسارتبار به گستاخی و عهدشکنی اروپا با حسن ظن، اغماز و لاپوشانی واکنش نشان دادند و همین امر موجب شد تا اروپا حتی خود را به ظاهرسازی هم ملزم نداند و در نهایت بسته اینستکس صرفاً تا مرحله رونمایی پیش رفت. کار به جایی رسید که اروپا وعده ی کانال مالی را نیز به کلی کنار گذاشت و گستاخانه اعلام کرد که باید توافق جدید با محورهای جدید از جمله توان موشکی و قدرت منطقی ایران را کلید زد. این آخر و عاقبت یک شوخی تلخ است. روزنامه‌های باند خامنه‌ای ناکارآمدی در رسیدگی به سیل زدگان را به گردن دولت روحانی انداختند. وطن امروز، بیشک هیچ یک از خلأهای مدیریتی در سیل اخیر پذیرفتنی نیست، چرا که انتظار می‌رود دولت نسبت به رعایت اصول ساخت و سازها و مهندسی حساس باشد. متأسفانه برخی سازمان‌های دولتی در بحران سیل امسال ضعیف حاضر شدند.
و آنچه بیش از همه در معرض عموم مردم قرار داشت حرکت‌های خودجوشی بود که از ناحیه مردم و گروه‌های جهادی صورت داده می‌شد. با آنکه حجم سیل برای هر کشور یا دستگاه‌های دولتی زیاد بود، اما بر اساس هشدارهای هواشناسی انتظار می‌رفت دولت قبل از ایجاد بحران پای کار باشد.